راستی بالا نموشه مراشا غیلت یعقوب در مورد بحث مگیلای استر، چرا مگیلا به اسم مگیلای استر نامگذاری شده و تیختو و استر همرکا و مردخای یهودی؟ تو مگیلا توضیح میده که استر همرکا و مردخای یهودی اومدن این نوشتن و نقش اصلی اینجا استر داشته، مردخای هم کمک میکنه. بعدن اینا چیزی که میمیسن، توماری که میمیسن، اینا میفرستن برای بدینی که بوده، برای سنهدرینی که بوده و میگن این معجزه برای ما اتفاق افتاده تو کتابهای مقدس نوشته بشه، یعنی جز یکی از 24 تا کتاب مقدسی که ما داریم، تورا، نویم، کتوبیم، اینا جمعاً 24 تا کتاب مقدسه، جز اینا یکیش مگیلای استره که اینا درخواست میکنن که این معجزه در کتاب کتوبیم نوشته بشه. فرقش اینا چیه؟ تورا که ما میدونیم، تورا که هشم به موشه ربنو داد، 5 سفر تورا. فرق نویم و کتوبیم چیه؟ نویم که توسط ناویا هستش، توسط نبوا، کتوبیم یه پله پایین تره، توسط روح خقودشه، یعنی کتابهای شلوم و کتابهای داوید، تلیم، مگیلای استر، اینا همش در قسمت کتوبیم جا میگیره که کلن با همدیگه میشه 24 تا کتاب مقدس و اینا ارزش خاصی داره، کل 24 تا که مگیلای استر هم جز یکی از اینا هست. وقتی خخا میبینن این معجزه اتفاق افتاده، میان این معجزه رو مکتوب میکنن، ولی خب به خاطر که یاد ارس اسرائیل هم توی جریان باشه، چون این معجزه خوسلارس اتفاق افتاده، معجزه خارج از ارس اتفاق میفته، به خاطر که یاد ارس هم توی معجزه باشه، گفتن که چون که تو شهر شوشن اینا 15 از دست دشمن ها آزاد میشن، شهرهای دیگه اینا 14 دیگه آزاد میشن از دست دشمناشون، 14 مگیلای استر میخونن. شهر شوشن شهری بوده که 15 از دست دشمن ها نجات پیدا میکنن، تعیین میکنن که 15 مگیلا بخونن. حالا میگن شهرهای ارس اسرائیل که اونا اسار داشته از دوره یهوشوع، اونا هم 15 بخونن، مثل شهری که معجزه داخلش اتفاق افتاده و هدفشون به خاطر که بیان ارس هم داخل این معجزه بکنن. باوش که ارس توی جریان نبوده، همه معجزه در خارج از ارس در ایران اتفاق میفته، ولی به خاطر که ارس هم وارد این معجزه بشه، تعیین میشه که تو ارس هم بیان شهرهایی که حصار داشته از دوره یهوشوع 15 بخونه. چرا یهوشوع؟ چرا شهرهایی که از دوره یهوشوع؟ یهوشوع کسی بود که اسرائیل وارد ارس میکنه و اولا یهوشوع کسی بود که میاد با امالقیا جنگ میکنه، در نتیجه تعیین میشه که نقش اصلی اینجا به یهوشوع هم یه اهمیتی میدن. یهوشوع کسی بوده که میاد میجنگه و توی جنگ با امالقیا دوره موشه ربنو پیروز میشه، بنابراین اسمی از یهوشوع هم هستش. در تحریم فصل 22 استر به ایل تشخر تشبیه شده، یعنی به سپیده صبح. میگن چطور سپیده انتهای هستش، انتهای شب هستش که به سپیده میرسه، همطور انتهای تورا، نویم، کتوبیم، انتهای کتابهایی که اجازه نوشتن داده شد و جزء تورا، نویم، کتوبیم، جزء کتوبیم تعیین شد، مگیلای استر، آخرین کتابی که به این کتابها اضافه شد مگیلای استر. مگیلای استر بعد بدونیم که پوریم داستانش زودتر از خنوکا اتفاق میفته، پوریم بین خرابی به تعمیقش اول تا آبادی به تعمیقش دوم اتفاق میفته، خنوکا دیرتر بوده، خنوکا وسط به تعمیقش دومه، پوریم توی فاصله زمانیه که میاد اتفاق میفته. خخامی میگن که اشاره هامان از تورا کدام قسمته؟ تو مگیلای، تو گمارای سنهدرین، تو گمارای خولین اونجا توضیح میده، میگه که اشاره هامان از چه قسمتیه؟ میگه اشاره هامان از پاسخ همینایس اشر سیویتی خالویتی اخول میمنو، از این درختی که گفتم نخور، همین هایس، همینی که تو تورا نوشته، میتونیم هامان هم بخونیم. میگه خب چه اشارهی داره این قسمت تورا به هامان؟ درست حالا همین هایس، یعنی آیا از این درخت، همین، آیا از این یک کلمه چه کار به هامان داره؟ درست نوشتنش مثل هامانه، ولی معنیش اصلا فرق میکنه، میشه آیا از این. چرا خخامیم گفتن اشاره هامان از اینجاه؟ میگه به خاطر که هامان کلن هدفش ایه که نوتن لیبو به من شن و شلو، یعنی چیزی که نداره دنبالشه، چیزی که نداره دنبالشه.
هامان یه همه آدما میان بهش تعظیم میکنن، ولی به خاطر که مردخای بهش تعظیم نمیکنه این پر از عصبانیت میشه. اونجا در با تورا هم بحث هامان همین، بحث اسعدت هم همیه. مار میاد گول آدم و حوا میزنه و بهشون میگه که شما درست همه ای درخت ها میتونید استفاده کنید، ولی از یه درخت نمیتونید استفاده کنید. او چیزی که آدم نداره میاره جلوی چشمش و میگه که حیف که این نداری. همون دیدگاه آمان همیه، دیدگاه آمان ایه که کاری ندارم من 10 تا خونه دارم، 20 تا باغ دارم، چرا یه دونه مشتری تو مغازه فلانی رفته، چرا تو مغازه من نیومده، چرا این همه درختید که تو گن ادنه، کاری ندارم همه اینا میشه بخورن، چرا یه دونه اون نمیشه بخورن. این دیدگاه آمانه که همه چیزایی که آدم داره براش کم، براش تو نظرش کم جلوه میده. او چیزی که نداره میگه ایفی که ندارم، نیمه خالی لیوان میبینه. و این دیدگاه آمانه که آدم باید از این دیدگاه دور بشه. و این قسمت تورا در رابطه با خوردنیای ممنوع، کتاب سفر توضیح میده، میگه این قسمت تورا در رابطه با خوردنیای ممنوع صحبت میکنه. و اسرائیل هم گزرا به خاطر که اومدن تو سودای اخشورش شرکت کردن و استفاده کردن و این گزرا شد. بنابراین قسمت تورا اشاره به این قضیه هستش. یادم میخواد از دیدگاه آمان دور باشه، همیشه نیمه پر لیوان ببینه، نیمه خالی نبینه، او چیزایی که نداره قصهش نخوره و به این صورت بهتر هم میتونه زندگی کنه. دیبی خنگه به نقش آمه راست.